علی موقر روزنامه نگار ساکن مشهد روز شنبه 19 فروردین با انتشار عکسی در توییتر خود خبر داد که تابلوی خیابان کنسولگری عربستان در مشهد که به نام شهید آیت الله نمر روحانی شیعه اعدام شده در عربستان نامگذاری شده بود برداشته شده است به نظر میرسد این اقدام گامی گامی نمادین در پی توافق ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین و در آستانه تلاش ها و رایزنی های مقامات بلندپایه دو کشور برای بازگشایی سفارتخانه های دو کشور باشد روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از سال 1394 پس از حمله حامیان نظام ولایت فقیه به سفارت عربستان در تهران در واکنش به اعدام شیخ نمر باقر نمر قطع شده بود از جزیات توافق دو کشور برای از سرگیری روابط عادی پس از هفت سال قطع رابطه اطلاعاتی در دست نیست اما پرونده های زیادی روی میز دیپلمات های دو کشور برای حل و فصل باقی مانده است که مهمترین آن بحران جنگ یمن است هرچند رسما اسمی از مطالبه مجامع شیعی جهان و مراجع ازام تقلید به ویژه حضرت آیت الله سید صادق شیرازی برای بازسازی قبرستان بقی و فراهم آوردن امکان زیارت آزادانه اشاق اهل بیت علیه السلام برده نشده است اما انتظار میرود در پی این اقدام نمادین دولت عربستان همزمان با گشایش نسبت به وضع اصفوار شیعیان عربستان گامی مثبت در جهت تحقق این آرزوی دیرینه مسلمانان دنیا بردارد